شبهای ورامین، نوشته صادق هدایت. از لای برگ‌های پاپیتال فانوسی خیابان سنگ فرش را که تا دم در می‌رفت روشن کرده بود. آب حوض تکان نمی‌خورد. درخت‌های تیره فام کهنسال در تاریکی این اول شب ملایم و نمناک بهار که به هم پیچیده بودند، خاموش و فرمانبردار به نظر می‌آمدند. کمی دورتر در ایوان سه نفر دور میز نشسته بودند. یک مرد جوان، یک زن جوان و یک دختر 18 ساله. سگشان مشکی هم زیر میز خوابیده بود. فرنگیز تار ظریفی که دسته صدفی آن جلوی چراغ می درخشید در دست داشت. سرش را پایین گرفته بود به زمین و خیره نگاه می کرد و مثل این بود که لبخند می زند. تار به طور آریه در دستش بود و از روی سیمهای نازک آن آهنگ سوزناکی در می‌آورد. صدای بریده بریده آن در هوا موج می‌زد، می‌لرزید و هنوز خفه نشده بود که زخمه دیگری به سیم تار می‌خورد. ولی معلوم نبود چرا همیشه همایون را می‌زد، یا آن را بهتر بلد بود و یا اینکه از آهنگ آن بیشتر خوشش می‌آمد. گاه گاهی مانند انعکاس ساز جغدی روی شاخه درخت ناله می کشید. فریدون دست در جیب نیمتنه زمخت خود کرده به پیچ و خم لغزنده دود آبی رنگ سیگار نیم سوختهش نگاه می کرد. اگرچه او از سازهای معمولی به زودی خسته و کسل می شد، ولی این آهنگ را با وجود اینکه صدها مرتبه شنیده بود و از روی میل گوش می کرد، به خصوص که نوازنده آن فرنگیس بود و بدون اراده در مغز او یادگارهای دوردست و محو شده از سر نو جان گرفته بود و مانند پرده سینما از جلوی چشمان او می گذشت. گلناز با چشمهای خمار و خوابالود نگاه حسرت‌آمیزی به دست و پنجه استاد خود میکرد. چون فریدون عقیده نداشت که او ساز بزند. ولی روزها که پی کار میرفت، فرنگیس پنهانی به گلناز تار مشق میداد. دو سال میگذشت که فریدون از سوئیس برگشته بود و در املاک موروثی زندگانی روستایی و دهقانی را پیشه کرده بود. این زندگانی موافق ذوق و سلیقه او بود. چه تحصیل او در فرنگ نیز در قسمت کشاورزی بوده. تازه نفس و پشت کاردار و اندازه جدیت به خرج می داد که در این دو سال حاصل ده او پنج برابر شده بود. اگرچه ملک او در ورامین و نزدیک تهران بود، ولی برای گردش در سال سه مرتبه هم به شهر نمی رفت. تمام روز را با پیراهن یخ باز، نیمتنه کلفت قهوه‌ای و کفش‌های نخاله با رعیت‌هایش سر و کله می‌زد. آنها را راهنمایی می‌نمود و به آبادی و پاکیزگی آنجا می‌کوشید. تنها مایه دلخوشی او زنش فرنگیس بود که کمک او شده بود و به همه کارهایش رسیدگی می‌کرد. از صبح زود که بیدار می شد، دقیقه ای از کار آرام نمی گرفت. شاید کمتر اتفاق می افتد که زن و شوهر تا این اندازه به هم دلبستگی داشته باشند. یک بار نشد که میان آنها به هم بخورد و یا دلخوری و رنجشی از آنها پیدا شود. آن هم با زندگی محدودی که آنها داشتند. چون فریدون به جز فرنگیس و ناخواهریش گلزار هیچ خیش و آشنایی نداشت و هر سه آنها در این ملک زندگی ساده و آرامی داشتند. خانه آنها عبارت بود از دو دست ساختمان که یکی از آنها قدیمی و دیگری ساختمان زیبایی بود که خود فریدون ساخته بود و فرنگیس هر دوی این خانه ها را سر و صورت پاکیزه و آبرومندی داده بود. وارد باغ که می شدند، بوی گل در هوا پیچیده بود. سبزه ها تر و تازه، همه جا شست و رفته و پاپیتال روی دیوارها خزیده بود.
همینطور که هر سه آنها متوجه ساز بودند، ناگاه ساعت دیواری 9 بار زنگ زد. فریدون به ساعت مچی خودش نگاه کرد و در همین وقت صدای تار هم خفه شد. فرنگیز تار را کنار گذاشت، بعد مثل اینکه از درد فوق‌العاده‌ای خودداری بکند دست روی قلبش گذاشت. دندانهایش را به هم فشرد و دانه‌های عرق روی پیشانی او پدیدار شد. فریدون که ملتفت بود رنگش پرید، ولی فرنگیز قیافه خونسرد به خودش گرفت و لبخند زورکی زد. گلناز که خوابش می آمد بلند شد و آهسته از پله های ایوان پایین رفت. از دور ستای نسترم باجی دایه گلناز می آمد که به باغبان گفتگو می کرد. فریدون خاموشی را شکست و گفت: فرنگیز، هیچ میدانی از بس که به خودت زحمت دادی قلبت را خراب کردی؟ من که راضی نیستم. تو باید مدتی استراحت بکنی. راستی دوایت را مرتب میخوری؟ فرنگیز کمی تأمل کرد، بعد با بی‌اعتنایی گفت: چه فایده دارد؟ 6 ماه هست که دواهای جور و جور میخورم. اینا بدتر آدم را ناخوش میکنه. فریدون گفت: مقصود این که گفتم که فکر خودت هم باشی. توی این خانه هیچ کس به اندازه تو کار نمی کند. آن هم با این مزاج علیل. فرنگیز جواب داد: حالا که حالم بهتر است. چیزی نیست، درست می شود. فریدون گفت: می خواهی بردا برویم پیش حکیم؟ اگرچه این دکترها هم چیزی بارشان نیست. همش استخوان لای زخم می گذارند و مقصودشان پول دراری است. فرنگیز گفت: هرچه قسمت باشد همان می شود. فریدون با بی‌حوصلگی گفت: از بس که قسمت قسمت گفتی خفه شدم، چرا اینقدر حرفهای امولی میزنی؟ فرنگیز گفت: نقل پریشب است که منکر آن دنیا شده بودی ها، تو هم که پاک فرنگی شدی و زیر همه چیز زدی. فریدون میگوید این که دیگر دختی به فرنگی ها ندارد، اما میخواهم بگویم که ما بد تربیت شدیم. همه خرابی هامان را به گردن همین خرافات میندازیم که از بچگی توی کله ایمان چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند. این دنیا را ول کردیم و به فکر متوهم آن دنیا چسبیدیم. نمیدانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرت من گریه می کنیم تا بمیریم. این هم شد زندگی؟ فرنگیز با حالت اندیشناک گفت: من فکر میکنم با وجود اینکه تو آنقدر مهربان و خوش اخلاقی، چطور به هیچ چیز اعتقاد نداری؟ در میان زندگی آرام و خوشبخت آنها تنها اختلافی که وجود داشت همین مسئله بود که فریدون از بیخ عرب شده بود و به هیچ چیز اعتقاد نداشت. برعکس فرنگیز که مادر بزرگ امولش فکر او را کهنه و قدیمی بار آورده بود و به خصوص پاپه شوهرش میشد و میخواست او را مجاب بکند، ولی فریدون شانه خالی میکرد. فریدون با لبخند گفت: ببین، باز اولش شده. از همون روزا من نمیخوام داخل این حرفا بشم، اما خوبی و بدی آدمی دخلی به مذهب و عقیده نداره. همه فتنه ها زیر سر همین آدم های مذهبی بوده. همه جنگ های مذهبی، جنگ های صلیبی زیر سر کشیش ها بوده. فرنگیز از میدان در نرفت و گفت: من که مثل تو حاضر جواب نیستم، ولی قلبم به من گواهی میده که بجز این دنیا یه چیز دیگری هم هست. اگر آن دنیا نبود، پس چرا آدم خواب میدید؟ تو خودت گفتی که با هیپنوتیزم آدم را خواب میکند. مگر توی آن کتاب فرانسه‌ات عکس روح را به من نشان ندادی؟ به فرنگی ها که اعتقاد داری؟ فریدون جواب داد: کی گفت؟ مگر هر مزخرفی را که اروپایی نوشت راست است؟ اینا عقیده پیرزنهای فرنگ است. دوباره به ساعت موچی خودش نگاه کرد و خمیازه کشید و گفت: ساعت 3:30 است. هر دو از جا برخاستند. فرنگیز بعد از جمع‌آوری روی میز دنبال شوهرش از پله‌ها بالا رفت. نیم ساعت بعد چراغ‌ها خاموش بود. همه به خواب رفته بودند مگر جغدی که فاصله به فاصله ناله می‌کشید. 2 ماه بعد فرنگیز با موهای ژولیده، تل لاغر، چهره پژمرده، پای چشم گود رفته کبود رنگ در تخت خواب افتاده بود. نه خواب داشت و نه خوراک.
گاهی قلبش ول می شد، تک سرفه می زد، رنگ لبش می پرید، نفسش بند می آمد و به خودش می پیچید. نصف شب از خوابهای ترسناک می پرید و فریاد می زد. به اندازه‌ای در زحمت بود که یک بار خواست شیشه دیجیتال را سر بکشد و اگر در همین وقت فریدون نمی رسید خودش را آسوده کرده بود. فریدون شب و روز با رنگ پریده، سیمای پریشان و چشمهای بیخوابی کشیده روی صندلی راحتی پهلوی تخت خواب او نشسته بود. دقیقه آرام نداشت. یا نبض فرنگیس را می شمرد یا گرمای تن او را روی کاغذ یادداشت می کرد. یا دنبال حکیم می دوید. یا قاشق قاشق شربت به او می خورند. و هر دفعه که قلب او می گرفت دنیا به نظرش تیره و تار می شد. یک روز طرف غروب که فریدون بالای تخت فرنگیس نشسته بود و چشمش به چهره لاغر فرنگیس دوخته شده بود، جلوی روشنایی چراغ موجه های بلند او را می دید که نیمه باز مانده بود. مثل این بود که لبخند می زد و آهسته نفس می کشید. نیم ساعتی می گذشت که به حالت اغما رفته بود. ناگاه چشمهای فرنگیس باش شد و دیوانوار زیر لب با خود گفت: خورشید. پس خورشید کو؟ همیشه شب، شبهای ترسناک. سایه درختها را به دیوار نگاه کن، ماه بالا آمده، جغد ناله می کشد. درها را باز کنید، بشکنید، دیوارها را خراب کنید. اینجا زندان است، زندان توی چهار دیوار. خفه شدم، بس است. نه من کسی را ندارم که تار بزنیم. تار را بیاورید اینجا توی ایوان. توف توف به این زندگی. خنده بلند کرد، خنده دیوانوار. چشمش را برگردانید، به صورت فریدون خیره شد که سرش را نزدیک او برده بود و شانه های لاغر فرنگیس را مالش می داد و می گفت: آرام شو، آرام شو عزیزم. عشق در چشم های فرنگیس پر شد و مثل چیزی که کوشش فوق‌العاده‌ای کرده باشد با صدای خراشیده و خفه‌ای گفت: من می میرم، اما آن دنیا هست، به تو ثابت می کنم. بعد قلبش ول شد. به سختی لرزید. فریدون دوید در فنجان با قطره چکان دوا درست کرد. ولی همین که برگشت به او بخوراند، دید کار از کار گذشته. دندانهای او کلید شده و تنش کم کم سرد می شد. فریدون او را در آغوش کشید، می بوسید و عشق می ریخت. نسترم باجی هراسان وارد اتاق شد. به سر و سینه می زد و زبان گرفته بود. همه ی اهل ده ماتم زده شدند، ولی کسی که در این میان به حالش فرقی نکرد گلناز بود که با چشمهای خمار و خیره و گیرندش همه را می پایید و خیلی که تو رو در بایسی گیر می کرد دستمال کوچک ابریشمی در می آورد و جلوی چشمش می گرفت. با طبیعت حساس و مهربانی که فریدون داشت، این پیش آمد او را از پا در آورد. از کار خودش کناره گرفت، تمام روز را روی صندلی افتاده بود، با حالت پریشان یادگارهای گذشته را جلوی چشمش مجسم می‌کرد. دو هفته به همین ترتیب بهت زده در غم و سوگواری مانده بود. با چشمهای بغض‌زده‌اش چنان می‌نمود که چیزی را حس نمی‌کند و نمی‌بیند. در صورتی که هرچه در اطراف او می گذشت به خوبی می دید و پیوسته در شکنجه روانی بود. گلناز، ناخواهریش و نسترن باجی به او چیزهایی می خورندند. کم کم حالت مالی خولیایی به او دست داد. در اتاق تنها با خودش حرف می زد و پرت می گفت. تا اینکه یکی از خیشانش، خیشان زنش آمد و او را برای معالجه به تهران بود. عصر همان روزی که فریدون در حال خودش بهبودی حس کرد، به مقصد ورامین اتومبیل گرفت و همان که جلوی خانهش پیاده شد، هوا تاریک و تکه های ابر روی آسمان را پوشانده بود. چند دقیقه در زد، بعد از دور صدای پا شنید. قفل در تکان خورد، در باز شد و نسترن باجی با قدی خمیده که فانوسی در دست داشت پدیدار گردید. همین که فریدون را دید هراسان به عقب رفت و گفت: آقا، آقا، شما هستید؟ فریدون پرسید: پس حسن کجاست؟ گفت: آقا رفته، همه رفتن.
فریدون گیج و منگ بود. سرش را پایین انداخت، وارد باغ شد و جلوی خیابانی که به عمارت سر در می آورد ایستاد. از دیدن خانهش داغ او تازه شد. بعد از کمی تردید به سوی خانه مسکونی خود ره سپار شد و به سایه خودش نگاه میکرد که جلوی روشنایی فانوس روی زمین بلند و کوتاه میشد. برگ خشک درختها را لگد میکرد. همه جا بی ترتیب، جاروب نکرده، شلوغ و ترسناک بود. آب حوض پایین رفته بود. دم ایوان که رسید فانوس را از دست نسترن باجی گرفت و به تعجیل از پله ها بالا رفت. مثل اینکه کسی او را دنبال کرده باشد، وارد اتاق نشیمن خودش شد و در را کیپ کرد. گرد و غبار روی میز نشسته بود. همه چیزها ریخته و پاشیده بود. اول پنجره را باز کرد، هوای تازه داخل اتاق شد. بعد چراغ روی میز گذاشت و آن را روشن کرد و رفت روی صندلی راحتی نشست. نگاهی به دور اتاق انداخت. مانند این بود که از خواب درازی بیدار شده. چیزهای آنجا را از روی کنجکاوی نگاه میکرد. مثل این بود که برای اولین بار آنها را میبیند. ناگهان آهسته در باز شد و نسترن باجی با پشت خمیده و چهره چین خورده وارد شد و گفت: انشالله که تنتان سلامت است. فریدون سرش را تکان داد. گفت: آقا چرا سرزده آمدید؟ شام چه میخورید؟ فریدون گفت: نمیخواهم خوردم. نسترن قیافه مکار به خودش گرفت و گفت: خداوند عالم هیچ خانه را بی صاحب نکند. آقا نمیدانید ما چه کشیدیم. از همه بدتر این که نه خدایا. فریدون هراسان پرسید: مگر چه شده؟ گفت: آقا هیچ چیز، آخر برای حال شما خوب نیست. فریدون تشر زد که بگو چه شده؟ نسترن باجی با حالت وحشت زده گفت: آقا تا حالا نزدیک یه ماه هست. شما که نبودید وقت همه خوابیدن صدای ساز می آید. بلکه همزاد اوست. آقا انگاری که فرنگیز خانم تار می زند. فریدون گفت: چه می گویی؟ حواست پرت است؟ این جمله را با صدای لرزان گفت، به طوری که هول و هراس او آشکار بود. نسترن گفت: بلا نسبت شما، من که با این گیس سفیدم دروغ نمیگویم. از خودم که در نمی آورم. عالم و آدم می دانند. دیگر کسی توی این خانه بند نمی شود. باغبان با حسن هر دو گریختند. من رفتم دعای بی وقتی برای خودم و گلی خانم گرفتم. ترسیدم از ما بهتران به ما صدمه بزنند. آقا اول سگمان مشکی مرد، من گفتم قضا بلا بود. بعد همون ساز، همون جور که خانوم میزد، همه میگویند این خانه جنی شده. فریدون پرسید: کی در آن عمارت است؟ شبها کسی آنجا میخوابد؟ نسترن گفت: مثل قدیمترها من و گلی خانوم آنجا هستیم. فریدون گفت: کلید در اتاق که به باغ باز میشود پیش کیست؟ گفت: پیش گلی خانوم، روی سر بخاری گذاشته. آقا ما همه امان عزاداریم، بلا نسبت کسی اینجا ساز نمی زند. کسی جرأت نمی کند برود توی تالار. فریدون با بی صبری پرسید: گلناز چه می گوید؟ نسترن گفت: آقا دخیلتانم، من ترسیدم گلی خانوم هل بکند. خب دختر است، جوان است، به او بروز ندادم. امشب سرش درد می کرد، رفته خوابیده. ماشالله خوابش هم سنگین است. اگر دنیا را آب ببرد او را خواب میبرد. اگر میدانست که شما میایید هرگز نمیخوابید. تفلکی، حالا هم میترسم تنهایش بگذارم. بعد دولا دولا رفت، فانوس را برداشت. دم در رویش را برگرداند و گفت: آقا شام خورده ای؟ رخت خوابتان را درست بکنم. فریدون گفت: لازم نیست، تو برو پی کارت، مرا تنها بگذار. هزار جور اندیشه های موهوم و بی سر و پا جلوی فریدون نقش بست. با خودش می گفت: شبها تار می زنند، همون آهنگی که فرنگیس می زد. نوکر و باغبان رفتند، سگ مرده. به دشواری نفس می کشید. سایه های خیالی جلوی او می رقصیدند.
چشمش افتاد به قالیچه بدنه دیوار که عکس حضرت سلیمان روی آن بود. سه نفر عمامه به سر دست به سینه کنار تخت او ایستاده بودند. زمینه قالیچه پر شده بود از اژدها. جانوران خیالی و دیوهای خنده آوری که روی تنشان خال سیاه داشت و شلیته قرمز به تنشان داشتند. این نقش که بیشتر او را به خنده می انداخت حالا مثل این بود که جان او را گرفته بود و او را می ترسان. بدون اراده بلند شد. چند گامی به درازای اتاق راه رفت جلو و در اتاق مجاور ایستاد. دسته آن را پیچاند. در باز شد. در تاریکی دید دو تا چشم درخشان به او دوخته شده. قلبش تند زد. پس پسکی رفت. چراغ را برداشت، نزدیک آورد، دید گربه لاغری از شیشه شکسته پنجره بیرون جست و نفس راحت کشید. اینجا اتاق شخصی فرنگیز بود. روی میز گلدان را با گلهای خشکیده دید. نزدیک رفت، آن را مابین انگشتانش فشار داد. خرد شد، روی میز ریخت. اشک در چشمش حلقه زد. بوی بنفشه در هوا پراکنده بود، همون عطری بود که فرنگیس دوست داشت. پاپوش‌های او را زیر نیمکت دید. همه این چیزها خودمانی و دست نخورده سر جای خودشان بودند، ولی صاحبش آنجا نبود. نه، او نمی‌توانست باور کند که فرنگیس مرده. هر دقیقه او می‌توانست در را باز کند و وارد اتاق خودش بشود. ناگاه چشمش به ساعت روی بخاری افتاد. از زور ترس خواست فریاد بکشد. دید عقربه که آن سر ساعت 7:10 ایستاده. همان ساعتی که فرنگیس روی دستش جان داد. عرق سرد از تنش سرازیر شد. چراغ را برداشت و به اتاق خودش برگشت. ولی می ترسید پشت سرش را نگاه بکند. سیگاری آتش زد و روی صندلی افتاد. این افکار تلخ سر او را تهی کرده بود. تن او را از کار انداخته بود و ارادهش را بی‌حس کرده بود. باز یاد حرف نسترن افتاد که گفت همزاد فرنگیس شبها تار می‌زد. وضعیت مرگ زنش را به یاد آورد که به جای وصیت با لحن تهدیدآمیزی به او گفت من می‌میرم اما آن دنیا هست. به تو ثابت می‌کنم. آیا روح هست؟ بلکه روح هست. و روح اوست که برای اثبات آن دنیا می آید و می خواهد به من بگوید که آن دنیا راست است. اما روحی که ساز می زند؟ بلند شد. از قفسه دیوار کتاب احضار ارواح فرانسه را بیرون آورد. گرد آن را فوت کرد. نشست و سرسلکی ورقش زد. چشمش افتاد به این جمله. اگر در مجالس احضار ارواح ساز ملایمی بنوازید، به تجلی روح کمک خواهد کرد. دوباره ورق زد. جایی دیگر نوشته بود او زاپیا پالادینو میانجی سرشناس ایتالیایی هنگامی که به حالت اغما می افتاد پرده پشت سر او باد می کرد و جلو می آمد. صدای تلنگر از در و دیوار می بارید. میز تکان می خورد. صندلی می رقصید. ماندولین در هوا معلق میماند و ارواح با آن ساز میزدند. کتاب از دستش افتاد. وهم و هراس مرموزی به او دست داد. زیر لب با خودش گفت آیا روح ساز میزند؟ آیا راست است؟ شبها میآید تار بزند. لابد آن دنیا هست. همایون، آری همان همایون را میزند، نه به این سادگی. و در همان حال حس کرد که تنها نیست، بلکه روح فرنگیس در نزدیکی اوست و با لبخند پیروزمندانی به او نگاه میکند. از پنجره نگاهی به عمارت روبرو انداخت و همونجا که شبها تار میزد، ولی دوباره با خودش گفت مرا بگو که به حرف خالی زنکه ها باور میکنم. هنوز که صدایی نشنیدم، خبری نشده، شاید هم نسترن از خودش در آورده. از آن دنیا هم دلم به هم خورد. اگر بنا بود مرده ها هم همان سستی ها، همان سرگرمی ها، همان شهوت و فکر زننده را داشته باشند، اگر آنها هم باز دلنگ دلنگ تار بزنند، همان کثافتکاری های روی زمین که خیلی بچگانه است. نه،
پیداست که این دلخوش کنک ها را مردم از خودشان در آوردند. اصلا ناخوشی مرا ضعیف کرده. فردا صبح باید پرده از روی این کار بردارم. تار را می آورم توی همین اتاق تا ببینم زننده آن کیست. در این وقت صدای وزوز طویلی چرت او را پاره کرد. دید مگس درشتی دیوانوار خودش را به چراغ می زد. فتیله پایین می کشید و دود می زد. بلند شد. سیگار دیگری آتش زد. دید نفت ته کشیده. چراغ را فوت کرد. اتاق تاریک شد. در خودش احساس آرامشی کرد. صندلی راحتی را جلوی پنجره کشید. دستش را روی درگاه تکیه داد و به بیرون نگاه میکرد. عمارت تاریک و مرموزی جلوی او بود. صدای وزش باد میآمد که برگهای خشک را از این سو به آن سو میکشید. سایه درختها مانند دود غلیظ و سیاهی بود و شاخه های لخت آنها مانند دستهای ناامیدی به سوی آسمان تهی دراز شده بود. افکار پریشان و ترسناک به او هجوم آورد. ناگهان هیکل خاکستری رنگی به نظرش آمد که از لای درخت ها آهسته می لغزد. گاهی می ایستد و دوباره به راه می افتد. تا اینکه به پشت عمارت کهنه ناپدید گردید. فریدون با چشمهای از حدقه بیرون آمده نگاه می کرد و به جای خودش خشک شده بود. ولی سر او درد می کرد، تنش خسته و خورد شده بود، افکارش کم کم تاریک شد، چشمهایش به هم رفت. به نظرش آمد که در بندر مارسی در رقاصخانه کثیف و پستی بود. گروهی از کشتیبانان، گردنگیرها و عربهای بددک و پوز الجزایر کنار میزها نشسته بودند. شراب می نوشیدند و صحبت می کردند. دو نفر با شال گردن سرخ و پیراهن پشمی چرک، یکی از آنها بانجو می زد و دیگری ساز دستی. زنهای چرک با لبهای سرخ غرق بزک در آن میان با لات‌ها می‌رقصیدند. یک مرتبه در باز شد و فرنگیس با یک نفر عرب پا برهنه که ریخت راهزنان را داشت دست به گردن وارد شد. با هم می‌خندیدند و به او اشاره می‌کردند. فریدون از جایش بلند شد ولی دید همه مردم بلند شدند و صندلی‌ها را به هم پرت می‌کردند. گیلاس‌های شراب به زمین می‌خورد و می‌شکست. عربی که وارد شده بود کاردی از زیر عبایش در آورد. یخی یک نفر را گرفت، جلو کشید، سر او را برید. ولی آن سر همینطور که در دستش بود و از آن خون می‌ریخت با صدای ترسناکی می‌خندید. در این بین سه نفر پلیس شش دول به دست وارد شدند. همه آنها را جدا کردند و بیرون بردند. او مات سر جایش ایستاده بود. نگاه کردید فرنگیس هم آنجاست. موهای مشکی تاب خورده خودش را پریشان کرده بود. لاغرتر از همیشه رفت ساز را از روی میز برداشت و به همون حالت خسته و همونطوری که همایون را میزد سیمهای ساز را میکشید و اشک از چشمهایش سرازیر شده بود. فریدون هراسان از خواب پرید. عرق سرد از تنش میریخت. اول بیخیال کابوس شد. چشمش را مالاند ولی صدای ساز را می شنید. صدای تار مانند گریه بریده بریده در هوا موج می زد. هر زیر و بمی که می شنید تار و پود وجودش از هم پاره می شد. صدای خفه و نامساعدی مانند ناله به گوش او می رسید. این همان همایون بود که فرنگیس دوست داشت. توده ی ابرهای سیاه ماگل به خاکستری طلوع صبح را اعلام میکرد. نسیم خنکی میوزید. سایه کوههای کبود تیره در کرانه آسمان مشخص شده بود و صدای پای اسبی که با سم خودش زمین طویله را میخراشید شنیده میشد. فریدون از جا برخاست. پاورچین پاورچین از پله دالان پایین رفت. چون چشمش به تاریکی آمیخته شده بود از پله ایوان هم پایین رفت و با احتیاط هرچه تمام‌تر به عمارت کهنه رسید. صدای ساز را خوب می شنید. قلبش تون تون می زد به طوری که تپش آن را حس می کرد. در اتاق نسترن باجی را باز کرد. از در دیگری که به دالان باز می شد بیرون رفت. دقت کرد. صدای ساز خاموش شده بود. در ده قدمی او در تالار بود. همونجا که ساز می زدند نزدیک رفت و از جای کلید نگاه کرد.
تعجب او بیشتر شد. چه دید که یک شمعدان روی میز میسوخت و چفت در از بیرون باز بود. در ضمن صدای دو نفر که با همدیگر صحبت میکردند شنید. بی اختیار تنش را به در زد. صدای شکستن چوب و چیزی که به زمین خورد و فریاد ترسناکی از درون اتاق که شنیده شد. فریدون با مشتهای گره کرده به میان اتاق جست، ولی از منظره‌ای که دید سر جای خودش ماند. مردی با لباس خاکستری، صورت سرخ، گردن کلفت و اندام نتراشیده روی نیمکت لمیده بود. گلناز خوشگلتر و فربهتر از پیش با پیراهن خواب و موهای ژولیده به حالت بهت زده ایستاده بود و تار فرنگیز با دسته چوبی و صدفی جلوی پای او شکسته افتاده بود. آن مرد با چشمای ریزه براقش نگاهی به سر تا پای فریدون کرد. سپس بدون اینکه چیزی بگوید بلند شد. سرش را پایین انداخت. با پشت خمیده و گامهای سنگین از در دیگر که به باغ راه داشت بیرون رفت. فریدون دستهایش را به کمرش زده بود و قهقه می‌خندید و به خودش می‌پیچید با خنده‌ای ترسناک. همه اهل خانه جلوی در اتاق جمع شدند، ولی کسی جرأت پیش آمدن نداشت. به قدری خندید که دهنش کف کرد و با صدای سنگینی به زمین خورد، به طوری که تا چند دقیقه بعد چرچراغ می‌لرزید. همه گمان می‌کردند که فریدون جنی شده، اما او دیوانه شده بود. خب دوستان، این بود داستان شب‌های ورامین نوشته صادق هدایت بزرگ. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. و لطفا ما رو به دوستان علاقه من به کتاب خونیتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.